شنوندگان گرامی، مشکلی هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز پنجشنبه است، هشتم از ماه نوامبر سال 2007 میلادی. در باب برنامه سرزمین جاوید با کرده صحبت کردم. دوشنبه ها و چهارشنبه ها 11:30 تا 1 بعد از ظهر به مدت 1.5 ساعت به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستیم. در روزهای پنج شنبه مثل امروز از ساعت 4 تا 5 در خدمت هستیم و روزهای عرض کنم که شنبه هم موقتی البته ساعت 12:00 تا 1 در خدمتون هستیم. بازپخش ها از امروز 1:30 بعد شب، بقیه روزها 2 بعد شب پخش میشه. اجازه فرمایید یک غزل بسیار بسیار مشهور از استاد سخن سعدی. این سعدی وجود گرانمایه است. ما در تاریخ ایران زمین عرض میکنم که شاید یکی دو نفر، رمان من اول فردوسی است، بعد سعدی، در خدمت به این فرهنگ و در استوار کردن زبان پارسی، نظم و نثر سعدی بزرگ. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. چه حکایت از فراقت که نداشتم، ولیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی. نظری به دوستان کن که هزار بار از اون به، که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی. دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمینه چو به انتظار خستی. برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی. گله از فراق یاران و جفای روزگاران نه طریق توست سعدی، سر خیش گیر و رستی. حس میکنم که کسانی که با سعدی آشنا هستن این غزل رو میدانستن، کسانی هم که نمیدانستن از طریق صدای مرحوم استاد غلام حسین بنان شناختن این غزل رو. در یک برنامه گلها در دستگاه ماهور با پیانوی معروفی، به چه زیبایی! واقعا یکی کار شگفت‌انگیز بنان همین غزلی است که در ماهور خوانده. با از کنم که صدای با دهان بسته شروع کرد. باری بگذاریم از این قصه و این داستان. به اطلاع شما میرسانم که روز 18 از همین ماه در اورنج کانتی هستیم، در 2575 مکیوی، ساعت 4 بعد از ظهر، در باب اسلام و مدرنیته. اسلام و مدرنیته جمع کردنش مثل این است که بگوییم مثلث چارگوش یا چارپای اشبا هر شبد که نمی شود. این اسلام و مدرنیتی و تجدد با هم جمع نمی شود. این جدال اجداد بزرگوار ما هم با مشروعه طلبان بر سر همین بود. جایی که اسلام باشد مدرنیتی نیست، جایی که مدرنیتی بخواهد بیاد اسلام باید تشریف ببرد. قوانیش باید سی برود. عرض کنم که در همون کتاب های فقه اونجا بماند، گرد خاک بخورد در قفسه. بله، در این روایت صحبت میکنیم. برای تلفن اطلاعات هم که بارها اعلام کردم 949-551-9272 و همچنین 949-244-12-82 سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر فامینی گرامی و همچنین از دوست گرامی آقای نصرتی. عرض شود که در باب کشتار و کشتن صحبت کردیم جلسه پیش و فراموش کردم مطلبی رو خدمتتون بگم. اضافه بکنم که این کشتار و کشتن رو عرض میکنم، اینها این خاص خاورمیانه و جاهای دیگر جهان، اینها به خصوص بین قبایل که زندگی سخت و طاقت فرسا و طبیعت خشن هست،
این داستان کشتن و کشتار و اینها مطرح بوده و عرض کردم که این اندیشه غالب در کشور ما همین اندیشه کشتن و از میان برداشتن مخالف سیاسی بود. حالا بر میگردم سر این داستان که چگونه ما توهین به خود را هم جز فرهنگ عمومی خود حساب آوردیم. باری نکته که خواستم از کنم این است که در فرهنگ بودایی و در فرهنگ هندو و این فرهنگ های و ادیان هندی اساسا این کشتن چیز قبیحی است. شما یاد ندارید در تاریخ هندوستان که مثلا هندوستان امپراتوری دست کنه حمله کرده باشد به کشورهای دیگر و اینها، به جهت اینکه جهان بینی ما رو معمولا فرهنگ عمومی تاریخی و دین ماست که میسازد. وقتی که آیینی باشد که شروعش با کشتار و تحمیل باشد و بر نتافتن مخالف، معلوم است که دیگه پیروان چه هست. کشتن مورچگان هم قدغن هست در آیین هندو و عرض کنم که بودایی. شما تشریف برید هندوستان، هرچی مسلمان قصاب هست، مسلمان ها هستن، شما قصاب هندو پیدا نمی کنی، قصاب بودایی پیدا نمی کنی. نفس کشتن و قطع حیات در این ادیان نیست، در حالی که این سو اساسا خداوند تبارک و تعالی دستور می دهد برید بکشید مخالفان را. و میخوام که شما عرض کنم تا زمانی که فرهنگ عمومی ما به یک درجه ای نرسد که ما کرامت انسان رو بشناسیم و موضوع آزادی رو بفهمیم، نه اینکه در بابش صحبت کنیم و ذهن خود رو تربیت نکنیم، این انقلابات ما به جایی نمیرسد. کما اینکه نرسید، حالا ده بار دیگه هم انقلاب بکنیم، عرض کنم که یک مش آدم جاهل دور از جان ما اگر انقلاب کنن، انقلابشون هم جاهلانه خواهد بود. نادانترین دورهای تاریخ ایران همین دوره انقلاب بود، لااقل در روزگار مشروطه بابا 4 تا دانشمند، 4 تا لیدر قبائل، 5 تا نمیدونم روسیه رفته آدم حسابی، 4 تا فرانسه رفته گروس حسابی، اینها متفکران ایرانی، رؤسای قبائل، علمای سنتی، دلاوران وطن دوست، اینها بودن. این غیرت هم اگر داشتیم باش مبارزه کردن در روزگاران دیکتاتوری، نشر بی سوادی و نمیدونم از غرب چه فلانی حرفا، از مارکس چه و از ماو چه، ما رو گیج کردن و کاملا بی سواد نسبت به هویت ملی و بی سواد نسبت به مسائل خود، و اینها انقلاب شد. شما نگاه کنید به این، عرض کنم که روشنفکران قبل از انقلاب شریعتی ها و نمیدونم این داستان ها واقعا مایه ننگ این تاریخ نشدن روشنفکران ما. یعنی جمع شرایط اجتماعی، چون عرض کردم که من معتقد هستم ما در ایران دانشگاه نداریم، هموطنان دانشگاه نداریم به معنی کلمه، در یک مش مؤسسه داریم تولید مدرک میکنن و آدم های مدعی، دانشگاه نداریم در ایران. یعنی دانشگاهی که رئیسش رو فلان نمیدونم اعلی حضرت معلوم بکند یا فلان مستبد آخوند معلوم کند و در گوش و کنارش ساواکی و نمیدونم حراستی و نمیدونم اینا ایستاده باشند و فضای داد و ستد فکری نباشد و دانشجو هر چه دلش میخواهد نگوید و هر چه دلش بنازد، که دانشگاه نیست که رئیس دانشگاه رو که دیکتاتور معلوم نباستی بکند، که رئیس دانشگاه رو باستی دانشگاه معلوم بکند. مثلا عرض میکنم این است که این صحبت دانشگاه کردن، ما مؤسسات نداشتیم آقا، مؤسسات به صورت سنتی چند تعداد دانشمند هر روزگاری پیدا میشدن. اگر میبینیم در اروپا اون اتفاقات افتاد، به جهت این است که فرهنگ عمومی مردم بالا رفت، مردم پذیرا شدن. این دانشگاه های اروپا مثل کمبریج یا هایدلبرگ و غیره و زالک و اینها، بعضی اینها 700 سال 800 سال اینا سابقه دارن. این دانشمندان بزرگ اروپا که ما نامهاشون رو با افتخار میبریم، نمیدونم مثل کپلر و کوپرنیک و نیوتن، اینا فارغ التحصیل دانشگاه ها بودن. هنوز صندلی و کرسی نیوتن هست در این، عرض کنم که کمبریج. ما هنوز دانشگاه نداریم، به خصوص دانشگاه های بحبه. یا ببین چه که دانشگاه های شخصی خصوصی، نمیدونم چی اسمشو میذارن، آخوندها یه تاغ زدن، عرض کردم عذر میخوام، ولی گاوداری های اینجا مرتبتر و منظمتر و به سامانتر از دانشگاه های اینا هستن. دانشگاه بی کتابخانه، دانشگاه بدون استاد، دانشگاهی که هر گوشه‌ش تو تا حراستی ایستاده، خواهر شادرت بکش جلو چهار خط نمچیک و مود پیدا شد، یک مردک ایستاده دم در دانشگاه به خانم گفت من میتوانم زندگی تو رو سیاه کنم. اینم شد دانشگاه.
باری اینا هم بستگی به فرهنگ عمومی، تا این فرهنگ عمومی ما عرض میکنم که رشدی نکند، یعنی به وجهی شده است که مجموعه تاریخ و این تابوها و این عرض کنم که نرمها و یه گندیدهی که بر ذهنیت ما حاکم شده است، تا اینها رو ما نریزیم بیرون و این توبره رو تمیز نکنیم، کار ما به جایی نخواهد است. کتابی میخوندم در باب فرهنگ عرب، دیدم که بعض ویژگی های ما هم از اونجا آمده است. میگوید عرب دروغ میگوید که آبروش نره، به آبرو خیلی اهمیت میده. حالا گذشته از اون سه رکنی که عرض کردم خدمتتون که اینا ارکان اصلی فرهنگ عرب هستن و این سیستم های ارزشی قرآن هم نپذیرفتن عرب، که تقوا بود و غیر و ذالک، اینها از کنم که شجاعت بود و بخشندگی بود و مهمان نوازی، این سه رکن اصلی فرهنگ عرب هست. بعد آبروس، آبرو، سلوی من سیاه کردی، و شرافت که بیشتر مجبور هست به از کنم که ناموس خانم، و وقتی که یک زن یک کاری بکند خانواده پدر نه داماد باید سیبیانی زن رو بکشن تا شرافتشون حفظ بشه، و دروغ می شود گفت برای حفظ آبرو. و این نویسنده یک داستانی رو نقل کرده است از جنگ اون 1167 که اسرائیل آمد همه نیروهای عرب رو ظرف چند دقیقه چند ساعت از بین برد. ناجر عبدالناصر، عبدالناصر زعیم عرب، بزرگترین زعیم عرب عبدالناصر بوده، البته مرد بزرگی بود ناصر، اما به هر صورت ذهنیت عربی داشت و این ذهنیت هم با این زبان عربی بیشتر وارد شده و اینها فرهنگش، چون می دانید مسیحا که عرب نبودن بیچاره ها. اینها حمله کردن پکل از میون. عبدالناصر آمده است گفته است که ما 70% هواپیماهای اسرائیل رو سرنگون کردیم، نیروهای ما در حال پیشروی هستن، اسرائیل رو میگیریم. همین مطلب رو رفته به اون بیچاره شاه حسین اردنی گفته، شاه حسین هم اومده همون مطالب رو تکرار کرده، قبول داشتن، یه لیدر عرب بود جمال عبدالناصر. عرض کردم دو رکن اصلی استعمار بریتانیا داشت، میتوانم بگویم هر دوتاشو این جنبش نفت مرحوم دکتر مصدق اینا از میان برداشتن. اولیش عرض کنم که همین داستان نفت ایران بود، یکیش هم کانال سوئز بود که بعد به تقلید از چیز بیدار شدن مردم و اینها بار اینها رو بیرون کردن از اونجا. گفته است که ما این نیروهای اسرائیلی رو چنین کردیم و زدیم و در حال پیشروی هستیم، در حالی که عکس‌ها اومد دیدن که آقا چنین نیست. بعد گفت که آقا نیروهای آمریکایی و انگلیسی هم درگیر بودن در این جنگ و اینها. بعد از چند روز ماجرا آشکار شد. گفتم آقا عبدالناصر چرا دروغ اینجا گفت؟ آقا دروغ گفتم آبروم حفظ بشه. من میمیرم و تقاضای کمک نمی کنم. یک کسی دارو نوشته، نویسنده محقق خیلی بزرگی است، چند محقق عرب هم آورده است و چند محقق آمریکایی مجموعاً جمع شده است در این کتاب. دست چپ من به دست راست من احتیاج ندارد. اینها چیز شرافت است در فرهنگ عربی. عرض کنم که یه چیزاش هم به ما رسیده، خلاصه مطلب. و اساسا وقتی به فرهنگ عمومی خودمان نگاه بکنیم که حالا لاف و گزاف هم زیاد میزنیم و اینها در بابش، و عرض کردم ما از پدیده های نیک رو از پدیده های بد جدا بکنیم، سره رو از ناسره باید جدا بکنیم، به دور بریزیم. عرض کنم هرچه ناسره است در این فرهنگ که بر اثر گذشت اعصار و قرون ما ایرانی ها بدین وجه نبودیم، بدین گونه نمی اندیشیدیم، اینقدر نحیف و ضعیف نبودیم، اینقدر تسلیم نبودیم تا این حد. جز فرهنگ عمومی ما شده است که ملت حق ندارد، حق با زورگوست. هر کس زورگو شد آمد، عده‌ای از ما در خدمت زورگو هستیم، افتخار هم میکنیم، شروع میکنیم از قبیله خود کشتن و زدن و غارت کردن به نفع زورگو، چون خودمان به زور منصوب هست. این جزء فرهنگ عمومی ماست. مقابل نداریم. این آقایون خصیصه ایرانی شده. اگر یک کسی هم آمدن از قبیله ما همسایه ما زورگویان بردند و کشتن، میگویم حق دست خدا رو شکر که ما رو نبردن. غافل از این که وقتی این چنین چیزی باب شد، فردا سراغ ما هم خواهند آمد. ناگاه و ناخداگاه ما عرض میکنم که این مسئله پذیرفته شده است که ما حق دخالت در سیاست رو نداریم. سیاست حق ما نیست، خودمون رو باید بخوریم، حق دیگران است.
ترسیدن از دولت جز فرهنگ عمومی ماست، مثل که چیزی پسندیده و خوبی است. ما باید بترسیم البته از دولت، دولت هست دیگر. از همه حکمت شاهنامه عرض کنم این بیت که در یک جایی به مناسبتی آمده است که در این خانه هرگز تن آسان نیی گر از شاه ایران هراسان نیی. یعنی بخواد راحت زندگی بکنی در این خانه جانت در امان باشه، باید بترسی از استبداد مرکزی. این شده از جز فرهنگ عمومی ما و باش زندگی میکنیم، با دروغ زندگی میکنیم. آقا با دروغ زندگی میکنیم، گوش شما به حرف راست نیست. میپسندیم خشونت که عرض کردم در باب کشتن اینها که جز فرهنگ عمومی ما شده است و میپسندیم و عرض کنم که قبحش از میان رفته تا جایی که در فرش بافی ها منم آدم کشی و کشتن حیوانات اینها پسندیده به صورت هنر ما در آمده. از ابتدا که بچه شروع میکند به وارد شدن به قضایای اجتماعی و عرض کنم در مدرسه، میگویند که خب در جنگ بعد حضرت چیز کردن 80 نفر از قریش رو کشتن، در چاه انداختن اینا کفار، چون کفار بودن اینها اونها رو کشتن و خلاصا انبارشون رو بردن و اینها. خب این بچه فکر میکنه خب کشتن چیز خوبی است، کشتن کفار چیز خوبی است، بردن انبار مردم چیز خوبی است اگر کافر باشن. بعد حضرت امیرالمومنین علی آمدند و عرض کنم که کرم الله وجهه 4500 نفر از مسلمین رو رفقا خودش در یک روز کشتن و اینها. آقا این کشتن و کشتن یعنی چه؟ به چه دلیل کشتن؟ چه حقی داشتن بکشن؟ داستان ما داستان زور بود است و توسری بود است و کتک، و عرض میکنن که دور شدن از این حقوق انسانی. حقوق ما همواره پایمال بوده، امروز هم پایمال هست، دیروز هم پایمال بود، و این فرهنگ عمومی ماست متاسفانه که باعث شده است که اون مرد بزرگ بگوید در این کشور اگر بخواهی خانه ملت را آباد کنی، خانه خود را خراب میکنی. من فکر نمی کنم در تمام این کفار آمریکایی به کسی پیدا بشود که برود در زندان ها برای رژیم کار بکند، بعد تجاوز بکند به عرض کنم که یک دختر زندانی و او رو بکشد یا به گردنش تناب بیند. پیدا نمیشه، امکان نداره توی مملکت یکی پیدا بشه. محاله توی آمریکا هم که آدم شما پیدا کنی، امکان نداره چنین چیزی، چون ذهنیت مردم این ذهنیت نیست. وقتی در فرهنگی کافر وارد شد و منافق وارد شد و تارک الصلات وارد شد و نمیدونم زندیق وارد شد و عرض میکنم اینها قالب هاست که به دست ما میدن، قالب های فکری و ذهنی، میگردیم ببینیم چه شخصی میتوانیم اینها رو به کار ببریم. بهایی به دانشگاه نباید برود، چون این شد مملکت، این شد دانشگاه. خب کفار حق ندارد. شما بخوانید این عرض کنم که این نظامنامه و تشکیلات کانستیتوشن این آخوندها رو که برای ملت ایران نوشتن، مقصود این هست که ما به جای اون که عرض کنم که بسیار خوب است که جلوه های درخشان این تاریخ و این فرهنگ رو ما برکشیم و تکیگاهی بسازیم برای هویت ملی به مقصود اتفاق و اتحاد جهت حصول آزادی، اما کاستی ها را اگر نشناسیم کاستی ها بر جای خود باقی خواهند ماند. به خصوص که عرض میکنم که بسیار از اینها عرض کردم جز ذهنیت ما و جهان بینی ما در آمده است، و گرفتاری اینجاست که دچار جزمندیشی هم هستیم بسیاری از این که در هیچ کجای عالم هیچ دینی در جهان نیست که مانند این شیعه اثناعشری بر حق باشد. مثلا عرض میکنه خواهی چه مزخرف و مهملیست. آقا هر کسی در هر ملتی در هر سرزمینی به آیینش اعتقاد داره، هیچ کس هم بیشتر از دیگری حق نداره، چون اینا مسائل علمی نیست که کسی به اثبات برسونه. بعضی ایمانی شما میتونه به یک ستون ایمان داشته باشه، به یک موش ایمان داشته باشه، به آسمان و ستاره و خورشید و اینها ایمان داشته باشی، یا نمیدونم به پسر ابو طالب ایمان داشته باشی، یا نمیدونم چی. هیچ کس از ما بهتر نیست، حق در دست ماست. وقتی فکر کنیم حق در دست ماست،
یه کار ما از همونجا خراب است. همه ارزش های منفی و همه گرفتاری ها و کاستی هاش هم کلن به صورت یک مجموعه جز همون مطلب برحق بودنش می شود. بله، یعنی شما با یه جوان ایرانی صحبت میکنه داخل ایران یا با یک میبینی که آقا این جوان هست کاری کردن این ملا و آخوندها که به طور کلی کشور، به طور کلی کشور به قول فرنگی زبان ها اپولیتیکال شده، یعنی سیاست زدایی شده. یه جوان نمیدونم دماغشو کوتاه میکنه، یکی نمیدونم پوش اینترنت شد. اینجور نبود آقا، در روزگار قدیم بنده بیاد دارم به این وجه نبود. یک مرتبه میدیدی که میگفتن گروه جنگلی ها، نمیدونم در سیاهگل چنین شد، مقاومت بود، مقاومت های از کنم که مهم میشد. عرض کردم ساقط کردن این استبدادهای دینی بسیار کار مشکلی است، به لحاظ اینکه نه فقط چماق دارن و چوب دارن و شکنجهگر دارن و آدم کش دارن و تجاوزکار دارن و دوز دارن و همه نوع دارن، از سوی دیگر پشت سپر حسن و حسین و باقر و صادق و عرض میکنم علی و عمر و عثمان و عرض میشود که شیخ رزیل رحمت الله علیه و عرض کنم که اینها کلینی، اینها هزار یک جور حربه برای سرکوب کردن آزادی در دست این رژیم های مذهبی است. این وظیفه جوانان هست. حالا من خوشحال هستم واقعا در ایران نمی میرد این آتش زیر خاکستر. دوستی زنگ زدن که آقای مهندس زعیم روز 29 اکتبر گل بردن سر قبر کوروش و در اونجا مطالب خیلی جا مهمی ایراد کردن، و وقتی که گویا هیئت رفتن من نخوندم نام آقای رحیمی که برای من فرستادن از چیز، که چند تا از این پاسدارا هم آمدن گفتن ما هم هستیم، کوروش از ما هم هست. این تنها چیزیست که ما رو نگه داشته، یعنی حس شخصیت به ایرانی بودن، افتخار به این هویت ملی و تاریخ ایران باستان، این هاست که ما رو نگه داشته. چیزه فرمایید که یک آهنگ از پرویز یا حقی عرض کنم که بشنویم، برمیگردیم خدمتتون با مطالب دیگر تا چند دقیقه. Thank you.
تفننی کرده از استاد زنده‌یاد پرویز یاحقی با مرحوم استاد ورزنده رضا ورزنده و یک قطعه خوانده بودن و خودشون هم زده بودن و این هم از قطعاتی بود که روز بکنم شنبه بود چنگی با دوست گرامی آقای یزدان پناه. بله، عرض شود که این داستان مدرنیتی دکتر ساعتی زنگ زده بودن صحبت میکردیم و اینها. بله، عرض کردم این مادرنیتی، اصل قضیه مادرنیتی حقوق انسان بوده. اصل قضیه مادر اصحاره همه این کوشش ها که از قرن 14 هم شروع شد که شک در اسلوبی در دین بود و مسائل آزمونگراهی بود و پیدایش فلسفه مدرن بود و عرض کنم موضوع هیومانیسم بود و هیومانیتی اومانیسم به قول عرض کنم که ما پارسی زبان ها و بعد انقلابات و کشف های بزرگ عرض کنم کوپرنیک و کپلر و اینها و بعد قوانین نیوتن اینا همه منجر شده است که انسان داره حقوقی است. آقا تنهاست در این کهکشان ها، باید خودش به کار خود رسیدگی بکند، آدم ها باید برای آدم ها قانون بنویسند، زمان در حال تغییر هست، قوانین جدید طلب میکنه و موضوع حقوق انسان هست. این حاصل انقلاب کبیر فرانسه بود و همه این جریانات به این شکل است. مدرنیتی برای ما باتوم آورده است که آقا میزنی استخوان رو میشکنه و بوز از دنده نمیزنه. این حاصل مدرنیتی است. بر صورت دستگاه های استراق سم عرض کردم آقا دیکتاتوری که ما میگوییم دیکتاتوری فقط از همین زمان استبداد گذشته به نفع اخذ حاکم شد. به خاطر این مدرنیتی میگن از ملای من و منش یاد گرفتی. مدرنیتی اون که عرض کردم که تحقیق و تتبع و آزمونگرایی و دانش و علم که به ما نرسید. نفت میفروختیم، دستگاه شکنجه میآوردیم و میآوریم، فرقی نمیکنه، رژیم تغییر نکرده. عرض کردم رژیم در ایران همون رژیم سابقه و اون رژیم سابق هم رژیم سابق بود. دستگاه های استراق سم خوب، ساواکی های تعلیم دیده در اروپای شرقی، در سوریه، کره شمالی، عرض می شود که جیب های ضد گلوله و مرسدس بنز های ضد گلوله، اینا حاصل مدرنیتی، ایناش برای ما اومده. یعنی اگر یک روزی یک استبدادی در یه جایی بود که چارت گزمه داشته میفرستاد و ببینه و مردم آزاد بودن در حقیقت، چون یک آدم مستبدی در یه پایتخت میمونه از 4 نفرم فراش داشته مالیاتی هم میگیره، ولی مردم آزاد بودن در این سهاری. آقا دیگه آزاد نیستن، همه زیر کنترل هستن. این حاصل مدرنیتی بوده برای ما. اصل مطلب که کرامت انسان بوده است و شرافت انسان بوده است و آزادی بوده است و عدالت اجتماعی بوده است و موضوع دموکراسی بوده است که نیامد. که شلاق‌های بسیار عالی خیلی خوب وسطش سیم ساختیم، ما که از اون نمی‌تونیم بسازیم که برای ساختن در اروپا می‌سازن، آقا در جاهای دیگر می‌سازن. حاصل مدرنیتی، حاصل تحقیق علم فیزیک. آقا این داستان علم فیزیکه، این کم چیزی نیست. سیم وسط دورش
یه وقتی میزنی از تو بهتره که پوست بدن. کامپیوترهای عرض میکنم که سریع که همه اسمها رو بلافاصله کنترل میزنن، بهرام مشیری جد و آبادش تمام اعمالش در کام حاصل مدرنیتی است. اینا بوده است از مدرنیتی. سوار هواپیمای 747 آخوند میشه، به مزگ دلش در میگیره، توی هواپیما هم نماز میخونه، میخواد مشروعیت خودش رو بر قدرت و دزدی با این حرکات مسخره اثبات برساند، اما از این چیز مدرنیتی هم استفاده بکنه در مظاهرش. و من تعجب میکنم، واقعا تعجب میکنم، به شگفتی فرو میرم وقتی دوست من دم در به من میرسه از ستایش از استبداد میکنه. آقا همه مفاسد در این از طاعون بدتر استبداد، از طاعون بدتر، چون طاعون میاد ایده رو میکشه، آقا بقیه آزاد هستن. آقا طاعون یک مفسده داره، آدم رو میکشه. استبداد میلیون مفسده از کنار استبداد بیرون میاد. استبداد خوب ما نداریم، استبداد سازنده نداریم، استبداد مخرب هست. اگر شما به یک جغرافیای گام نهادید که قوانین اون مملکت و ساختار اقتصادیش و اجتماعیش رو یک نفر معلوم کنه، ببینید اونجا جهنم. بله خب، عرض می شود که ما بس گریزهای تاریخی بزنیم. این گریزهای تاریخی به ما شخصیت میده. یعنی مقصود این استبدادها که هستن، هر کسی میخواد که ایجندای خودش رو به ملت تحمیل بکنه، ایدئالهای خودش رو تحمیل بکنه. همیشه این مستبدین از واژه ملت وحشت دارن، حاضرن همه چیز بشن جز واژه ملت. او یکی میگن اینا رعیت هستن، اینا میگن اینا امت هستن. عرض میکنم که اینها ایجنداشون حسین تشنه لب و نمیدونم همین خمس بگیران و گدایان حجاز بود است و عرض کنم حرفای اینها و که با اینها ما رو کنترل کنن، چون نهایتا مقصود کنترل هست. کنترل ذهن جان ما رو کنترل بکن. هر نوع استبدادی، توتالیتر، فردی، نظامی، دست جمعی، مقصود فقط کنترل هست با سیاست خودش. این است که ما تنها جان پناهی که داریم تاریخ مملکت هست، ادبیات این کشور، بزرگی هاش، فرزانگی هاش. امروز عرض کنم که یک قطعه کوتاهی از تاریخ بخارا در ذکر جوی مولیان. این جوی مولیان را هم رودکی مشهور کرد و در عصر جدید باز با صدای بنان خانم مرضی آهنگ روح‌الله خالقی بوی جوی مولیان آید همی، که دو صدای در اصفهان خوندن، میگن جوی مولیان. بسیار شنیده میگن موی جولیا. بله، داستان زیبا نقل کرده از نظامی عروضی سمرقندی که چگونه امیر نصر از بخارا به هرات رفت و در هرات گفت 70 لون انگور یافت شود خورد تکس. و این امیر عاشق انگورا شد در هرات و گفت امسال به سال دیگه، سال دیگه به سال دیگه، و 4 سال امیر در اونجا ماند. ببینید چه کشور بر پای بوده و عدالتی بوده که در نبود این امیر در 4 سال نه کودتایی می شده، نه سر صدایی در می آمده. اینا یعنی تصور نکنید در روزگار قدیم با ظلم بوده است. همیشه میسر نیست با ظلم حکومت. باری بعد میگویند که با یه نثر زیبای نظامی که یک روز از متن کتاب براتون خواهم خوند، میگویند اینها رو دل برای زن و فرزند تنگ شد و هیچ کس هم جرأت نداشت که بگوید آقا هر سبت که برگردیم رفتن و هیچ کس مقبول و قول تر از رودکی نبود که در پیشگاه امیر بود. و رودکی موسیقیدان بردا که آمد چنگ بر چنگ گرفت و این آهنگ خوان بوگ جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی میر زی تو شاد من آید همی. آب جیهون، واسه از جیهون رد می شدن بلن،
آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آن. به به، خنگ یعنی اسب سفید، یعنی به طور مطلق یعنی اسب. وقتی میگه امیر میخواد عبور بکنه و ما عبور بکنیم، از بس این بخارات این جیهون از دیدن ما به نشاط میاد بالا آب، از فرط نشاط تصویرگری خارق‌العاده‌ای کرده رودکی به طور طبیعی و تصنعی و تقلید. حالا این هم بابی سر ادبیات که چونه قرن ششم به این پنجم به این سو فقط تقلید تصاویر قرن چهارم بوده. باری یه چند سطری میخوانم در باب ذکر جوی مولیان، دست شما در نکنه عزیزم. بله بله، درود بر شما قربان. از شبت که خط هم مشغول هست با هموطنان صحبت میکنیم. تاریخ بخارا صفحه 39، عرض کنم که بله، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی. تاریخ بخارا نویسنده بین سالهای 286 و 348 میزیسته، بزرگان ما در حد جهانی در همون روزگار بوده. باری در قدیم این ضیاع جوی مولیان ملک تقانشاه بوده است و وی هر کسی از فرزندان و دامادان خود را هسته ای داده است و امیر اسماعیل سامانی رحمت الله علیه این ضیاع را بخرید از حسن ابن محمد ابن طالوت که سرهنگ المستعین ابن المعتصم بود. پس امیر جوی مولیان چیست؟ یه ملک بزرگی میگه بود که از تقانشاه بود و حسی داده بود به داماده و فرزندان خود از این ملک، تا اینکه امیر اسماعیل آمد. امیر اسماعیل، این سامانیان بهترین دوران حکومت ایران بودند به لحاظ گسترش معرفت و علم و ایران دوستی، سامانیان. بله، امیر اسماعیل آمد رحمت الله علیه که این ضیاع بخرید از حسن ابن محمد ابن طالوت که سرهنگ المستعین ابن المعتصم بود، یعنی نمایندگی داشت آقا در بغداد، هر سبت که و خرید. و امیر اسماعیل به جوی مولیان سرایها و بوستانها ساخت و بیشتر بر موالیان وقف کرد و هنوز وقف است و پیوسته او را از جهت موالیان خیش دل مشغول بودی. بله، مولا از کنم در عربی دو معنی دارد، یکی یعنی نوکر و بنده، یکی یعنی آقا و سرور. گفت خرید برای آدمای خودش و وقف کرد برای اینها و همواره برای آدمای خودش دل مشغول بود، نگران حالشون بود امیر اسماعیل. تا روزی امیر اسماعیل از حصار بخارا به جوی مولیان نظاره می کرد، سیماء الکبیر مولای پدر او پیش او استاده بود، او را به غایت دوست داشتی و نیکو داشتی. امیر اسماعیل گفت هرگز بود که خدای تعالی سببی سازد تا این ضیاع را از بحر شما بخرم و مرا زندگانی دهد تا ببینم که این ضیاع شما را شده است، از اون که این ضیاع از همه ضیاع بخارا به قیمت تر است و خوشتر و خوشهواتر. خدای تعالی روزی کرد تا جمله بخری. به به، به این نثر زیبا و استوار و پرسلامت. بله، و بر موالیان داد تا جو شد. پس معلوم شد که عرض کنم این ضیاع نامش این نبوده، به خاطر همین عمل شاسمانی که برای موالیان غریب، پس اسمش شد روی موالیان نام شد. بله، و عامه مردم جوی مولیان گویند. ببینید چقدر درخشان معلوم شد تکلیف چیست. یه از ما پرسیدن آقا جوی مولیان، میگویم آقا تاریخ بخارا صفحه 39 این توضیح رو داده نویسنده، و چه توضیح به سامان و درخشان و پرسلاوت. بله، و پیوسته حصار بخارا صحرایی است. و پیوسته حصار بخارا، پیوسته حصار بخارا صحرایی است که اون را دشتک خوانند و جمله نیستونها بوده است. امیر اسماعیل رحمت الله اون موضع را هم بخرید از حسن ابن محمد ابن طالوت به 10,000 درم. خب این داستان رو بقیهش هم بعد خواهیم خوان.
اجازه فرمایید با هموطنان صحبت کنیم چند کلام. درود بر شما، بفرمایید. از برنامه‌تون واقعا من یه چیز لذت میبرم. خواهش میکنم. از هموطنان میخوام که خیلی دقیق به حرفای شما گوش بدن. شما واقعا به نظر من خیلی اطلاعات مفیدی دارین و من یکی خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم عزیزم. من یکی امشب درباره اسلام مدرنیزه. من یه چیز جالب بهتون بگم، این خبر خیلی خوبی دادیم، شاید خواسته بود یا ناخواسته بود این از این گفت اینا برنامه دارن. ببینیم، به نظر من جمهوری اسلامی آخرین چیزی که میتونه استفاده کنه از همین اسلام مدرنیزه. بله، بعد از این دیگه رایی نداره دیگه. چرا؟ برای اینکه اینا این رفتارشون منجر به شکست شدن یا خیلی زود میشن و اینا میخوان خودشون رو با مردم سازگاری کنن. بله، رایی که اینا میتونن استفاده کنن همینه. یعنی اینا حتی فردا یه فشار مردم باشه و این خانم رو دارم مورد میکنن، حجاب مثلا میگن خانم اگه مثلا دو بار موشون رو شونه کنن احتیاجی به روسری نداره. بله، مواد مغناطیسی از بین میره. و یکی در مورده که اینا واقعا دروغ بگن، شما یه ذره مثلا معروف که بین این آخونده مثلا میگن دروغ مسلط آمید بعد راست فتنه انگیز. دروغ دیگه، چه فرقی میکنه؟ در آیین مقدس میدونید در اسلام عزیز در پنج مورد شما میتوانید دروغ بگویید. بفرمایید. پنج مورد خوبه. بله، نه پنج مورد که شرع مقدس، در پنج مورد شرع مقدس اساسا حلال دانسته دروغ را. خب بله، مطلبتون تمام شد عزیزم. تا به هموطنان دیگری فساری ندارین قربان شما. من یه سوال کوتاه داشتم از شما و باز تشکر میکنم. برنامه قربون شما. یه فکر میکنم یا میدونی یا اگه میدونی لطفا به من بگین راجع به میترائیسم در ایران چه اطلاعاتی در این موضوع داری؟ من از طریق تلویزیون گوش میدم. اگه چیزی در این مورد میدونی میخواستم گوش کنم. ممنون. متشکرم از شما. خداوند بزرگ میسپارم. قربون شما برم. ممنونم. محبت فرمودی عزیزم. اجازه فرمایید. موضوع میترائیسم موضوع ساده ای نیست که حالا بنده بخوام اینجا دست و پاشو بشکنم و سر پاشو قطع کنم. اینا اجازه بدید یه فرصت بهتری بنده خدمتتون باشم و عرض کنم که در بابش صحبت کنیم. چون داستان درازی است این داستان میترائیسم. شما. بفرمایید عزیزم. آقای براموشیدی؟ جانم بفرمایید. من از سان دیگو زنگ میزنم خدمتتون. بله، ازتون یکی دو تا سوال ازتون دارم و انتقاد. بله بفرمایید. یه خبری فکر میکنم که برای شما این خبر خیلی با ارزش باشه خدمتتون بدم. جانم بفرمایید. اگه اجازه میدید انتقادام بکنم. بکنم. بفرمایید. خبر در اختیار. بفرمایید. میتونم؟ بله بفرمایید. میتونم ازتون بپرسم شما در کدوم دانشگاه تهران یا خارج درس خوندید؟ دانشگاه ایران درس نخوندید؟ سوالتون همینه؟ نه، این سوال منه. خب بفرمایید سوالاتتون بکنید. اولا که میخواستم ببینم که شما در کدوم دانشگاه درس خوندید که میفرمایید که دانشگاه های ایران یا شاه رئیسش تعیین میکرد یا ساواک رئیسش تعیین میکرد؟ مگه نمیکرد؟ جان؟ مگه نمیکرد؟ نه. رئیس دانشگاه اجازه بدید خانم، رئیس دانشگاه تهران کی؟ نه شاه تعیین میکرد نه ساواک. اجازه بفرمایید حالا سوال دوم. شما و هر کسی دیگر آزاد هر چیزی که به هر مسلک و به هر دین و به هر به اصطلاح ایدالیستی که داشته باشه رو بره، پناه بذاره، هیچ مهم نیست. شما ملیگرا هستین. آقای دکتر مصدق سلطنه شما خیلی خوبه، این قابل احترام برای شخص من. خانم ممنونم از شما. خانم از صحبتتون پیداست شما انسان که بسیار کم سوادی هست. از مصدق السلطنه یعنی چی؟ این حرفا چیز میزن؟ دو تا کتاب بخون خانم. وقت مردم رو میگیری با این حرفا یعنی چی؟ شما کجا درس خوندی؟ چی آب شما چه ربطی داره؟ آقا رئیس دانشگاه تهران رو شخص اعلی حضرت معلوم میکرد، این که دیگه واضحه با تایید ساواک. شما کجا بودید؟ من نیدم بین
طرفداران سلطنه، یک آدمی که دو کتاب خونده باشه آقا یک سخن مستدل رو ارائه کنه، یک دو سه، آقا این که حقیقت بود که آقا این نمیشه نفیسی و کی اینا با تصویب شخص شاه، امروز هم با تصویب شخص این آخوندها معلوم میشه. شما با چه چیز جدل میکنید؟ با حقیقت چرا جدل میکنید خانم محترم؟ قربونت برم. استبداد چیز خوبی است؟ شما برای استبداد سینه بزنید آقا جان. تمام سلول های بدن من حقیقی اینجا خدمتتون هستم، با استبداد من مخالف هستم. پوتینی، آخوندی، هر نوعش رو بفرمایید، کمونیستی، نمیدونم مارکسیستی، اینها همه مغایرت با شرافت انسان داره خانم عزیز. اگر یک نفر زندانی عقیدتی در یک کشوری باشد، این اهانتی است در حق همه مملکت. اما شما که اهانت رو پذیرفتید، پیشاپیش پذیرفتید، نصداتون پیداست، حرفات و عباراتتون. کی به شما گفت که رئیس دانشگاه رو از طرف دولت معلوم نمی‌شد و سابق تایید نمی‌کرد؟ مطلب اینا کی می‌خواد بفهمه؟ ما ممکن می‌خوام در باب دیزی صحبت کنیم. آقا این دیزی چیز کمی نیست. آقا عرض کردم چیز آلمانی است. قرمه سبزی؟ باید مستدل صحبت کنیم. آقا بدون تعصب شما نفستون بالا پایین داره میره. می‌خواید توهینی بکنید؟ ببینید چگونه توهین کنید. مصدق السلطنه، آقا مصدق السلطنه رهبر شما هم بود. اگر شما توانستید زندگی بکنید، چهار تا جاده کشیده بشه، دو دلار پول گیر کار که محترم یار میدن فلان سفه بوده فلان، از کن از همین چهار دلار نفتی بود که این بیچاره پیرمرد به کمک ملت ایران نه تنها توانست آقا این قیمت رو ببره، حق از انگلیس ها بگیره، انگلیس ها رو بیرون کنه از من. شما چرا ناراحتین که انگلیس ها رو بیرون کرده؟ عجیب داستانیست آقای خصومتیش این طرفداران استبداد با ملت ایران، اساسا با ملت دشمن هستن. عجیبه، خیلی چیز عجیبیست، واقعا شگفت انگیزه. شما تشریف بیارید این صندوق، تشریف بیارید اینجا بشینید با هم صحبت کنید. شما که اسمتون معلوم نیست، رسمتون معلوم نیست، فرمی از صندوق زنگ میزن بنده دیگه نشستم، اسمم معلوم، رسم معلوم، صحبت معلوم، استدلال معلوم، هدف معلوم. بفرما قربان. الو بفرمایید. الو تشریف برده. این است که ایمان بیاوریم به آزادی و حقوق ملت. خانم گرامی، بفرمایید خانم. آقای بهرام مشیری صحبت کنم؟ بفرمایید عزیزم، بفرمایید. من قبلا هم صحبت کردم، من قطع کردم، میخوام ببینم ازشون اجازه پرسید، گفتم که انتقاد بکنم. من شما خانم بفرمایید. آقای مشیری من قطع نکنید خواهش میکنم، شما که در یه کشور عقیدتون به عنوان یه دموکراته. بفرمایید، شما مطلبتون خطا بود خانم، بفرمایید. اجازه بفرمایید، شما مصدق رو دوست دارید، احترام میذارید براش، خیلی هم قابل احترامه برای من و منم خب این ایده منه، اینو نباید من قطع بکنید. شما به عنوان اینکه یک دانشمندید به قول خودتون اونجا نشستید، نباید من قطع بکنید و نباید توقع داشته باشید همه قربون صدقتون برن احترام بذارن. به به که برنامه بفرمایید. نه فرق نمیشه گذاشت، ولی شما، من قبلا میخواستم، خیلی وقت قبل، اون موقعی که هنوز به پارسیری نیومده بودید، من میخواستم برنامه های شما رو خیلی قشنگ گوش میکردم، دوست داشتم این برنامه رو، حتی شب بود سر یا به هر این بود و هر کانالی بود من پیگیری میکردم، تا زمانی که شما گفتید که رضا شاه خدمت به مردم کرد، دیکتاتور بود. خب اینو حق دارید، زمانی رضا شاه اومد سر کار که دیکتاتوری ایجاد میکرد، ولی وقتی به محمد رضا شاه رسیدید گفتید رضا شاه یه کارای بازم کرده بود، اما محمد رضا شاه کاری نکرد که بشه به روش ماله کشید. آیا شما به عنوان دانشمند این رو تصور میکنید؟ من عبارتتون نفهمیدم. آقای دکتر نوریزاده هم مثل شما ملی‌گرا هستن، مثل شما علاقمند به دکتر مصدق سلطنه هستن و خیلی هم شدیدتر از شما علاقمند به دکتر مصدق سلطنه هستن، ولی خدمات رضا شاه و محمد رضا شاه هم تو برنامه های پنجری رو به تاریکی
روحانی پدری هر روز در ساعت بعد از اخبار عزیزم وقت ما اداره میکنه. اجازه بده خانم، خیلی ممنونم. خیلی مردم منصفیه. هم بدیهای میگم ممنونم عزیزم، عذر میخوام چون وارتان گفتن که برنامه ما تمام شد. عزیزم دست از این کارها بردارید. ما گفتیم پس شما تماشا نکردید. ما گفتیم آقا اینا چه کردن، چه بود، همه مفاسد هم از اینجا آغاز شد. شما چی میفرمایید که مستوجب نمیدونم چی بود، دیکتاتوری بود؟ این حرفا چیز میزنید خانم؟ هر کسی که آمد خدمت این روز عرض کردم، اگر شنیدید در یک مملکت یک کسی آمد، این کبیر لوط رو نیست، کبیر لوط رو بعدش گوشت نشانش برد به جنگل ها و مزارع سرسبز هر سبت که هندوستان و همه کشور گلستان کرد، اما در دهانی خبرنگار کوبید، بدانید که فساد از اونجا آغاز شده. بدبختی ما از اونجاست. من همه این مطالب رو گفتم، شما توجه نکرد. هر کسی هم خانم آزاد هست به عقیدش. من نمیدونم شخصیتی که نام برد آقای نوری‌زاده چه گفته است که من حواله میدین، ریفرانس میدید به صحبت آقای نوری‌زاده، من صحبت ایشون رو نشنیدم. باری گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به زبان. صحبت سازنده و درستی، توان تحمل این که بگویند مثلا آقا این مدرس رو چرا کشتن، آقا این سردار اسد رو چرا کشتن، این میرزاده اشمی رو چرا کشتن ندارم. خب کشتن اونا کشتن، من که نکشتم. اموال مردم چرا میگرفتن، تحملش ندارم. آقا این چه کاری شما میکنید؟ من که نکردم، اونها کردن، نباید میکردن. این چایی که ما به درون اون افتاده ایم هموطن گرامی، چاییست که دیگران کندن و آماده کردن، خاکشن بیرون ریختن آماده کردن، وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید. با گرامی و شما هموطنان عزیز که توجه فرمودید، فردا شب ساعت 8:30 شب در خدمت شما هستم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.